سهام عدالت کی آزاد می شود؟ کی صاحبان سهام عدالت به پول و پله می رسند؟ کی می توانند سهامشون رو بفروشند؟ یا سهامشون رو مبادله بکنن با سهام‌های دیگر، یا با سهام خودشون وارد بورس بشن، سهامی که مسئولان مرتباً قیمت آن رو بالا میبرن. امروز معاون اول رئیس جمهور آقای اسحاق جهانگیری گفته که سهام عدالت، هر سهم عدالت بین 7 تا 16 میلیون تومان قیمت داره، ارزش داره، و دیگران هم گفتن که دارندگان سهام عدالت میزان دارایی‌شون بالا میره و قدرت خرید اونها بالا میره. بر این اساس دارندگان سهام عدالت کنجکاون، میخوان بدونن که چه زمانی میتوانن سهم خودشون رو خرید و فروش بکنن. آقای حسین فهیمی سخنگوی آزادسازی سهام عدالت امروز گفته حدوداً در تاریخ 8 خرداد ماه امسال در اطلاعیه‌ای تاریخ مراجعه افراد به سامانه ها برای فروش سهام عدالت اعلام می شود، یعنی به یک آینده نامعلوم موکول کردن. در هر صورت سهام و سهامداری و بورس موضوعی است که همه مسئولان و خیلی از فعالان به اون دارن این روزا می پردازن. آقای فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد دارایی هم امروز گفته طی برنامه مدون ترتیبی اتخاذ می شود که دست کم هفته یک شرکت بزرگ بخش خصوصی سهام خودش رو در بورس تهران عرضه بکنه. همه اینها موجب نشده که امروز بورس تهران شاخص کلش ریزش بکنه، افتی داشته به اندازه 25487 واحد. همه اینها روی قیمت ارز و طلا تأثیر گذاشتن. امروز قیمت دلار 17100 تومان و قیمت یورو 18350 تومان بود و قیمت هر سکه هم 7,094,000 تومان خرید و فروش می شده و به گزارش دیجی گولد هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1704 دلار قیمت داشته یا خرید و فروش می شده. اما در اوضاع منطقه و جهانی، اونچه که مربوط به ایران میشه، یکی مبادله زندانیان ما بین ایران و آمریکا و بلکه ایران و دنیاست. گویا آقای مایک پومپو با وزیر خارجه سوئیس هم گفتگوی تلفنی داشته در مورد مبادله زندانیان. گفته میشود که سفارت سوئیس در تهران لیستی از زندانیانی که قرار آزاد بشه رو آماده داره. البته این هنوز تایید نشده است، ولی گفته می شود که این مبادلت وسیع است. و از سوی دیگر در منطقه، در افغانستان، بالاخره آقای اشرف غنی با عبدالله به توافق رسیدن که این می تونه برای ما خبر خوبی باشه. و امروز مایک پومپو وزیر خارجه وارد اسرائیل شده، با نتانیاهو دیدار داشته و با چند مقام عالی رتبه دیگر اسرائیل. گفتگوی مایک پومپو و مسئولان اسرائیل بیشتر در مورد تهدیدات ایران بوده. این سفر کوتاهی است، شاید تا این ساعت آقای مایک پومپو اسرائیل را ترک کرده باشه. غیر از این مورد، ناوگان پنجم دریایی آمریکا و نیروی دریایی انگلیس هم یک مانور مشترک دریایی در خلیج فارس داشتن. این هم برای کسانی که میگویند فعل انفعالات نظامی در خلیج فارس از سوی آمریکا و دیگران به پایان رسیده. و یک تماس تلفنی قابل توجه هم ما بین دونالد ترامپ و مصطفی الکاظمی نخست وزیر تازه آمده عراق صورت گرفته. در این مکالمه تلفنی آقای دونالد ترامپ به الکاظمی قول پشتیبانی داده و از او خواسته که خیال او رو در واقع خواسته راحت بکنه که اجازه نخواهند داد کسی یا کسانی یا همسایگانی موجب اذیت و آزار کشور عراق یا ایشون بشود. و برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم گفته چیزی از برجام باقی نمانده و به زودی به صورت بخار محو خواهد شد. اظهارات سید محمد خاتمی که دیروز و پیروز در مورد
آشتی ملی صورت گرفته و کنش‌های مختلفی داشته. امروز یک توییت از آقای مسعود بهنود به طور وسیع در شبکه‌های خبری جمهوری اسلامی منتشر شده. در این توییت آقای مسعود بهنود آقای سید محمد خاتمی رو پاکترین، خیرخواهترین و مفیدترین کس بر صندلی مدیریت عالی کشور از سال 76 تا کنون خوانده و به این هم بسنده نکرده. در پایان گفته لحظه ای امید و ارادتم به او کم نشده. و یک توییت دیگر در همین رابطه از آقای پدرام سلطانی داشتیم. آقای پدرام سلطانی گفته برای خاتمی همواره احترام قائلم، زیرا دروغ نمیگوید، اگرچه همه حقیقت را هم نمیگوید. او همواره چنین بوده است، اما مشکل این است که جامعه ایرانی در پسا تکرار یا بعد در پسا تکرار دیگر به بخشی از حقیقت قانع نمی شود، بلکه همه حقیقت را بدون کم و کاست مطالبه می کند. گفتمان خاتمی از جامعه جا مانده است. و در همین رابطه اما واکنش آقای دکتر قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، حقوقدان، شاعر و فعال سیاسی، واکنش تندی بوده. گوش میکنیم به واکنش دکتر شعله سعدی در مقابل گفته های سید محمد خاتمی. اما از این میان موضع گیری جناب آقای خاتمی توجه من رو بیشتر جلب کرد که در راستای اصلاح طلبی و خیرخواهی دوباره توصیه فرمودن برای آشتی ملی، در حالی که جناب آقای خاتمی شما میدانید که از همون اول که 8 سال قوه مجریه دست شما بود که 4 سالش هم همزمان قوه مقننه رو هم داشتید، اما هیچ کاری نتونستید بکنید. که به خاطر چی؟ به خاطر انعطاف ناپذیری شخص آقای خامنه ای و مردم، چون ناامید شدن بعد از 20 سال تجربه شکست خورده اصلاح طلبی، با صدای بلند گفتن اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا، دیگه تمام ماجرا. یعنی شما دیگه بازنشسته جناب آقای خاتمی، شما که مظهریت اصلاح طلبی رو داشتید و آشتی ملی آخه با کی؟ با اونایی که جوانای ما رو توی آبان ماه کشتن، با اونایی که کرونا رو پنهان کردن و موجب قتل بسیاری از شهروندان ما شدن. این با کی میخوان ما آشتی بکنیم؟ با این سیستم، با این انتخابات اخیر مجلس که دیدید چجوری این نظارت استصوابی رو بدتر از همیشه اجرا کردن و یه مجلس این چنینی الان تشکیل دارن میدن. ما با اینا چه آشتی داریم که آشتی بکنیم؟ مردم ما قهرن آقا با اینا، و چون قهرن دیگه آشتی بی آشتی به نظرم کار نمیشه آشتی کرد با کسی که مثلا سیاست‌های کلانش سبب شده که ارزش پول ملی ما به کمتر به حدود 1/3000 سقوط بکنه. آشتی ما نداریم، چون اصلاح طلبی هم فازش تمام شده رفته. خود شما در جریانه که من سال 95 برای آقای خامنه این نامه نوشتم، گفتم آقا کلاهت پس معرکه است بجم، مگه مردم ما تا کی فرصت میدن؟ به نظرم جناب خاتمی شما دیگه بازنشسته اید، برید کتاب بخونید. و در پایان اشاره بکنم به یادداشت سید مصطفی تاج‌زاده. سید مصطفی تاج‌زاده در یادداشت نوشته است که تلاش دولت پنهان برای ناامید کردن اکثریت مردم به منظور فتح نهادهای انتخابی توسط اقلیت 15%، به ظهور و بروز پدیده‌ای به نام شهروندان عاصی انجامیده که از صندوق‌های رأی ناامید شدند و هر لحظه ممکن است به خیابان‌ها سرازیر شوند. آیا دکتر مصطفی تاج‌زاده در ادامه این نوشته است که گویا انتصابیون متوجه نبودند که درست است که کارشکنی علیه دولت میتواند به سلب اعتماد میلیون ها شهروندی از روحانی منجر شود که به او رأی دادند، اما این عصیان و سرکشی اجتماعی و سیاسی منحصر به رئیس جمهور نمیماند و دامن رهبر و نهادهای انتصابی را نیز میگیرد و کلیت نظام سیاسی را
افزون بر بحران کارآمدی و بحران دستاورد با بحران مشروعیت و بحران مشارکت مواجهه می کند.